این چیه؟ اون چی چیه؟ جواب این سوال چیه؟ این کار خونه کارش چیه؟ خراب که شد چورش چیه؟ دورو برم پر از صداست، فایده این صدا چیه؟ تو آسمون، تو دریا، میون دشت و صحرا، تو مزرعه، تو گلها، تو چهچه بلبلها، هزار سوال نهفته است، رازهای ناشنفته است. تو آسمون، تو کهکشون، ستاره های بینشون، توی خونه، تو کارخونه، توی آب رودخونه، هزار سوال نهفته است، رازهای ناشنفته است. این چیه؟ اون چی چیه؟ سوال دارم، جواب چیه؟ ببین تو واسه تولد تاکسی چی بخوای بهش هدیه بدی؟ خودت که داره میبینه، یه کیک خوشمزه، کیکی که تا حالا هیچ جا نخورده باشه، حتی توی زمین. آخه تاکسی برای ما خیلی زحمت کشیده. آره، اگه اون نبود که این همه لوازم و وسایل از زمین برامون میآورد تا بفهمیم چی هستن و به چه درد میخورن. تو راست میگی فرفره جونم، برای همینه که منم میخوام با یه هدیه خوب ازش تشکر کنم. راستی تو چی میخوای بهش هدیه بدی؟ بعدا خودت میفهمی. بذاری بادشون کنم، خودت چی میخوای بهش هدیه بدی؟ نمیدونم، ولی هدیه من از همه بهتره. من یه فکر خوب دارم. چی گفتی؟ یه فکر خیلی خوب داری؟ خب بگو ببینم چی میخوای بهش هدیه بدی؟ نمیدونم، ولی هدیه من از همه بهتره. بده. ببخشید. سلام کارکا پشمک، مثل اینکه امروز خیلی شانس باهات نیست. بهتره به جای مسخره بازی فکر کادوی تولدت باشی، چیزی به روز تولد تاکسی نمونده. خودم بهتر میدونم، یه فکر خوب دارم که تو هم غافلگیر میشی. آخیش اینم چی خبری؟ بازم این فرفری فوجود میخواستن از کلی من در بیاره. کور خودی، نمیذارم هیچ که از کادوی من خبردار بشه. اخی چطوره؟ یعنی تاکسی از هدیه من خوشش میاد؟ آخه بدون سفینه که نمیتونم برم زمین و یک کادوی مخصوص برای تاکسی بیارم، باید غافلگیرش کنم. برو ببینم چی کار میکنی. خوبه، حالا دیگه میتونم با سفینهش برم زمین. Mm-hmm.
آروم. سفینه رو بردن، یه نفر ترابو پاره کرده و اونو با خودش برده. وا، یعنی کی بیچونه سفینه رو برده باشه ها؟ نه دو بردیه دو نمیدونم یه فیلی. فهمیدم، کار فرفر است. فرفره بی اجازه سفینه رو برداشته و رفته زمین. باید هر چی زودتر پیداش کنیم و برش گردونیم. مثلا چی از زیبان یه جوری باهاش ارتباط برقرار کنیم. بچه ها باش سادیم. هیچی دیده نمیشه، خیلی دور شده، نمیتونم ببینم. بهتره صداش کنیم. فرفره، فرفره کجایی؟ فرفره، فرفره، فرفره. فهمیدم، همه با هم صداش میکنیم، شاید اینجوری صدامونو بشنوه. پر میکنی، چرا انقدر سر و صدا میکنی؟ ای اونجا رو نگاه کن، داری میاد. تاکسی جونم، تولدت مبارک، اینم هدیه من به تو. ببین خوشت میاد. ایجی یا اینا بگیر، این تلفنه، میتونم با این باهات حرف بزنم. بذارش دم گوشت. خب بکنم حالا نوبت منه که بهتون بگم این دستگاه یعنی تلفن چیه و چطور اختراع شده. آقازاده بشر اولیه تو مسابقه شکار کرگدن اول شده. بشر اولیه میخواد خبر این موفقیت رو به همه اعلام کنه. همچنین اون تصمیم داره به مناسبت این پیروزی جشنی برپا کنه و دوستان و آشنایان رو در این مراسم دعوت کنه. در ابتدا پدر به این فکر افتاد که توی دشت و بیابون جار بزنه و همه رو خبر کنه. حالا نوبت میرسه به خانداداش و خانوادهش که توی یه جای دور پشت کوها زندگی میکنن. اگه بره بالای کو داد بزنه صداش به پشت کوها میرسه. پس به این فکر افتاد با یه وسیله پر سر و صدا به آقا داداش خبر بده. مثل اینکه این راه هم فایده‌ای نداشت. چیزی به روز جشن باقی نمونده. باید هر جور شده خان داداش خبر کنه. پس فکر کرد شاید بتونه با دود پیغامش رو به آقا داداش برسونه. آره فکر خوبیه. نه، مثل اینکه این راه هم همیشه به نتیجه نمیرسه. پس بهتره از طریق نور و فرستادن علائم نوری این خبر رو به آقا داداش برسونه. امان از دست این امرای مزاحم. نه، مثل اینکه این روش هم همیشه کارساز نیست. بله، انسان از زمانهای خیلی دور سعی داشته با دیگران ارتباط داشته باشه و بتونه پیامشو به اونا برسونه. ایرانی ها در 2500 سال پیش میتونستن در کمتر از 2 روز خبری رو به مسافت بیشتر از 400 کیلومتر انتقال بدن. روش ایرانی ها خیلی جالب بود. اونا در فاصله های معینی از همدیگه روی برج های بلند میایستادن و با فریاد پیغامو به نفر بعدی میرسوندن. همین روش در ایران و روم تکامل یافت. اونا از نوعی تلگراف بصری استفاده میکردن. اونا مشعلها رو حرکت میدادن و نوع حرکت مشعلها معرف حروف خاصی بود. کسی که اون علائم رو میدید متوجه پیام مورد نظر میشد. با اختراع الکتریسیته روشها سریعتر و عملیتر شد. ساموئل مورس که در حقیقت یک نقاش بود توانست الفبایی رو که متشکل از خط و نقطه بود به ثبت برسونه.
در این روش با قطع و وصل کوتاه و بلند جریان الکتریکی بر نوار کاغذ نقطه‌ها و خط‌های ایجاد می‌شد که هر کدوم از این علائم حرفی رو نمایش می‌دادن. به این ترتیب خطوط تلگراف در سراسر جهان کشیده شد و پیام‌ها به سراسر جهان مخابره شد. شاید قدیمی‌ترین وسیله انتقال صدا دو قوطی و یک سیم بلند بود که با اون میشد صدا رو تا 800 متر دورتر رسوند. روزی گرامبل که در اتاق کارش تا دیر وقت مشغول کار بود، آب باتری روی لباسش ریخت. گرامبل معاون خودش رو صدا کرد. وجود یک سیم تلگراف که از کارگاه زیر شیروانی تا اتاق خواب بل در طبقه پایین امتداد داشت باعث شد تا معاون گرامبل صدای اونو بشنوه و این اولین جرقه برای اختراع تلفن بود. امروز تلفن همه جا هست و به همه تو کارها کمک میکنه. به معدنچیان تو اعماق کوه و زمین، به غواص‌ها زیر دریا و خلبان ها تو آسمان. خط های تلفن فقط صدا رو منتقل نمی کنن، چون با تلفن های تصویری میتونیم مخاطب خودمونم ببینیم. امروز از طریق رایانه ها میتونیم با همدیگه صحبت کنیم. الو بله بفرمایید. الو سلام دوربین جون، چطوری؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ آره؟ الو سلام چطوری؟ یه دقیقه گوشی رو نگه دار. الو سلام تو چطوری؟ یه دقیقه گوشی رو نگه دار. الو سلام حالت خوبه؟ یه دقیقه گوشی رو نگه دار. من داداش اینو کلافه شدم، از هیچی درست استفاده نمی کنم، کلافم کردن. این چیه؟ اون چی چیه؟ سوال دارم.